بچه ها سلام، به خونه ما خوش اومدین. توی این چنل واقعا جای تور خونه خالیه و حالا شما در تمام مراحلش با ما بودین، از خونه گشتن پیدا کردن تا خونه رو خریدن تا نمیدونم ریمادل کردن، همه رو شما بودین ولی نتیجه نهایی رو هنوز ندیدین که بالاخره این خونه ما چه شکلی شد. حالا من گفتم که بذار یه سریال کنم اینا رو، به خاطر اینکه اگه بخوام همه رو یه جا نشون بدم خیلی طولانی میشه، و از آشپزخونه شروع کنم، به خاطر اینکه برای خود من که هر روز میشینم و این ویدیوها رو تو یوتیوب نگاه میکنم همیشه قسمت آشپزخونه از همه جذاب‌تره. برای همین گفتم شاید برای شما آشپزخونه جذاب‌تر باشه و این قسمت رو، یعنی قسمت اول رو با اینجا شروع کنیم. شروع کنم با اولین چیزی که ما برای این آشپزخونه خریدیم. موقعی که ما سنگ آشپزخونه رو خریدیم هنوز اصلا هیچ چیز دیگه‌ای نخریده بودیم، نمیدونستیم که می‌خوایم ریمودل رو شروع کنیم، نمیدونستیم کابینت‌هامون چه رنگیه. تنها چیزی که من میدونستم اینه که من یه سنگی با این شکل و شمایل و رنگ و اینا می‌خواستم. ولی اتفاقی که افتاد، حالا تو ولاگای ریمودل حتما دیدید، ما چون که بدون اینکه سایزا رو درست بدونیم، بدون اینکه مثلا هیچ چیزی رو بدونیم رفتیم سنگ خریدیم، موقعی که مثلا چند ماه بعدش شد که باید دیگه سنگ رو نصب می‌کردیم رو آیلند، فهمیدیم که سنگی که ما گرفتیم کوچیکه واسه آیلندی که سفارش دادیم. در نتیجه مجبور شدیم سنگو بریم عوض کنیم، ولی اونی هم که گرفته بودیم همین کوارتزایت بود، همین مدل تاج محل بود. فقط فرقی که داشت این بود که اون یکی پالیش بود. اینا رو وقتی که میگیرین سنگ طبیعی رو با مثلا فینیش های مختلف میاد، بعضیاش خیلی صاف و صیقلی و حالت مثلا قشنگ اینجوری سابیدن و مثلا آینه‌ای داره، بعضیاش هست که اینطوری ماته و اگر مثلا به این سنگ شما دست بزنین میتونین کاملا پستی بلندی های خود سنگ و اینا رو مثلا حس کنین. به این میگن لدر فینیش. در واقع توفیق اجباری شد، به خاطر اینکه من اینو بیشتر دوست داشتم، ولی فکر میکردم اینا مثلا لک میشه یا اگر چیزی بریزه بهش فرو میره و اینا، ولی بعد متوجه شدم که نه، هیچ فرقی نمیکنه. در نتیجه گفتم آخ جون، حالا که اینطوریه هم سنگو بزرگتر میکنیم، همین که دیگه اون فینیشی میشه که خودم دوست داشتم. بعد یه چیزی که شما توی این آشپزخونه اگر دقت کنید نمیبینید، پریز برقه. بعضیا دیدی مثلا پریز برق رو روی کنار آیلند میذارن، روی سنگ نصب میکنن، یا مثلا روی بک اسپلاشا میذارن باز روی خود حالا دیوار یا سنگ. من گفتم من اصلا نمیخوام این کار کنم و گذاشتیم این زیر، حالا یه دونه این ور آیلند این سر گذاشتیم، یکی هم اون سرش گذاشتیم، بخوام چیزی به برق بزنیم میزنیم این زیر دیگه. برای همین هیچ جا شما پریز برق رو مثلا اونجوری به چشم نمیبینی. بعد دیگه چیزی که اینجا مثلا این چارپایه ها رو از کتیکو گرفتم، لینک همه چی هم میذارم اگه بخواید مثلا برید نگاه کنید تو دیسکریپشن، هر چیزی که هنوز موجود باشه برای خرید لینکاشو میذارم. اینا هم خیلی چیزای باحالیه و دلیلی هم که من اینا رو انتخاب کردم، حالا رنگش رو نمیدونم ایناش که به کنار که مثلا به دستگیره ها و اینا میاد و به چراغا، ولی میخواستم یه چیز ناراحت میخواستم یه چیز ناراحت باشه که خیلی مردم اینجا نشینن اتراق کنن اگر مهمون میاد، به خاطر اینکه معمولا ما اگه مهمون داشته باشیم مثلا اپتایزر و غذا اینا رو اینجا میچینیم، بعد اگر این خیلی صندلیش راحت باشه دیگه اونی که میشینه اینجا نمیخواد پاشه، بعد جلو راه رو میگیره برای همه. اینجا شما مثلا فوقش بکنم 10 دقیقه بیشتر نمیتونی بشینی، بعد دیگه باسنت صاف میشه، بعد پاشی و حالا یا یکی دیگه میشینه جاد یا بالاخره راه باز میشه برای بقیه مهمونا. خلاصه ولی خب خیلی چیزایی مثلا باحالین، خیلی سنگین و درست حسابین. آها و یه دلیل دیگه هم که داشت اینه که چون پشت ندارن این قسمت رو بلاک نمیکنن که سنگو نبینی و اینا. این خب اگر شما خیلی بهش دقت کنین یه دونه نقطه سیاه میبینین که اینو با ماژیک کردیم زیر سنگ، شارژر وایرلس گذاشتیم که موبایل رو همینجوری که روش بذاری این خودش شارژ میشه. و اونایی هم که حالا من دیده بودم یه دونه دایره میکشن روی سنگ یا مثلا بالاخره یه چیز مشخصی داره، ولی ما با این نقطه سعی کردیم کارو در بیاریم که دیگه نخوایم مثلا یه چیز اضافه بذاریم. بعد اینجا وقتی وارد آشپزخونه میشی اولین چیزی که اینجا هست یخچاله، بعد مثلا کافی میکر و این حرفا و سینک هم که اینجا. اول که اومده بودیم اینجا گاز اینجا بود،
سینک توی آیلند جای گاز بود، ولی من گفتم که من اگر بخوام مثلا یه وقت یه چیزی بیام اینجا، دقیقا فقط دلیلش هم هیچ دلیل دیگه نداشت، گفتم اگه بخوام یه وقت ویدیو بگیرم اونور دیوار من نمیتونم دوربینو بذارم، بذار گازو بیاریم تو آیلند که جلوش باز باشه، اگه خواستیم مثلا دوربین بذاریم من فیلم بگیرم و این حرفا بتونیم، وگرنه اصولا 99% اوقات شما توی خونه ها وقتی نگاه میکنین سینک یه جاییه که جلوش بازه، حالا یا تو آیلنده یا اگه پنجره داشته باشه روبروی پنجره است، ولی خب دیگه ما این کارو کردیم دیگه، ولی به نظرم خیلی هم باحاله چون وقتی که ظرف و اینا توشه خیلی جلو چشم اون وسط نیست. برای سینک و شیرالات ما رفتیم با برند کالیستا، هم اینجا رو هم دستشوی مهمون رو که ریمودل کردیم اونم سینک و شیرالات و ایناشو همه رو از همین برند گرفتیم. اصلا چی شد که ما این برند رو گرفتیم؟ یه دونه دیزاینر هست به اسم استودیو مگی که من کاراشون رو نگاه میکنم، مثلا تو یوتیوب تور میذارن از خونه هایی که دیزاین کردن، یکی از خونه هایی که گذاشته بود، حالا این جریان مال خیلی وقت قبل از اینه که ما اصلا بخوایم اینجا ریمودل کنیم، این شیره تو آشپزخونه بود و اینو هیچ جام ننوشته بود که بابا این شیر چه برندیه، اینو ما از کجا گرفتیم و این حرفا، و خیلی هم سریع از روش رد میشد و من اینو اسکرین شات گرفتم و ببین من دنیا رو گشتم که بالاخره بفهمم این شیر از چه برندیه، چون حالا غیر از اینکه مثلا رنگ و متریال و ایناش دقیقاً همون چیزی بود که میخواستم، فرق داشت به اون چیزی که تو همه خونه های دیگه آدم میبینه و فرقش هم اینه که دستش از خودش جداست، به خودش نچسبیده، خب همیشه میبینی که مثلا دسته شیر اینجا شده دیگه بهش چسبیده و اینا، ولی این از خودش جدا نصب میشه و اینو شما میتونی هر جا که خودت خواستی بذاری، یعنی شما این دسته رو میتونی ببری اصلا تو اتاق خوابت بذاری، از اونجا شیر تو با دو بسته کنی، حالا مثلا نه واقعا، ولی میتونی اینو هر جوری که خواستی بچینی. بعد دیگه بقیه چیزاش هم از همین برند گرفتیم دیگه. این برای آب فیلتر شده است که اینم از همون کالکشنه که فیلترش زیر سینکه. این برای مای ظرفشوییه. این دکمه گاربیج دیسپوزاله که آشغالا رو خورد میکنه. اینم که واسه نگه یه وقت حالا به هر دلیلی سوراخ ماشین ظرفشویی گرفت آب نریاد ازش بیرون، از اینجا اینجوری آبش رو تف میکنه توی سینک. متریال این شیرا هم آن لکرد برسه، شما وقتی که اگه بخوای با برس بری دو تا آپشن داری، یا لکرد برس بگیری یا آن لکرد برس بگیری. لکرد باشه مثل این دستگیره های کابینت ها یه ماده روش میزنن که این رنگش تا ابد مثل همون روزی که گرفتی میمونه و هیچ وقت اینطوری میبینی حالت پتینه پیدا نمیکنه، ولی اینا آن لکرد برسه که وقتی که آب میخوره یا در معرض هوا باشه و اینا پتینه میشه و همینجوری در طول مدت این شروع میکنه تغییر رنگ دادن و به نظر من خوشگل تر شدن. ولی بازم اگر خواستین اینو دوباره به همون شکل روز اول در بیارین، میتونی یه ذره سرکه بزنین به دستمال روش بکشین، همون جوری دوباره براق و بدون لک و چیزی میشه. ولی میگم من خودم از این مدل خیلی خوشم میاد که انگار یه جوری استفاده شده است. خیلی تو مثلا چیزایی که خیلی براق و نو انگار همین الان از مغازه خریدی رو دوست ندارم، دوست دارم یکم عتیقه طور باشه، یه ذره انگار که مثلا استفادهش کردی و خیلی وقت اینجاست و اینا. برای سینک هم ما سینک یه تیکه گرفتیم که به نظرم خیلی کار خوبی کردیم. ما دونه یه چیز سیلیکونی داریم که اینجا پهن می‌کنیم، ظرفای خشک‌شده رو می‌ذاریم اونجا، و این سینک هم یه دونه هم چیز داره، این تخته هم با خودش اومد که قشنگ چفت خود سینک میشه، اینجا می‌تونی مثلا چیز نیست بکنی، خرد کنی، بریزی و از این کارا کنی. و دیگه اینم از سینک. واسه دستگیرهای کابینت هم ما اینا رو از برند آرچ گرفتیم که اینا همشون از یک کالکشنه، اینا لکرد برسه، یعنی اینا رو هر چقدر هم که مثلا بمونو استفاده کنی رنگش تغییر نمیکنه. ما کابینت ها رو از یه نمایندگی کابینت های کاستم که از ایتالیا میارن توی آمریکا خریدیم که نمایندگیشون توی اورنج کاونتیه، اسمشون هست پرستیج کابینت، بهشون اوردر میدی، خودشون دیزاین میکنن آشپزخونه رو هر جوری که بخوای، بعد کابینت ها رو اوردر میدن توی ایتالیا ساخته میشه به حالا اون رنگ و چه میدونم سایز و هر چیزی که دیزاین شده و شیپ میکنن با کشتی میفرستن در خونت. ما این کارو کردیم و خیلی هم راضی هستیم از کابینت ها. حالا اون موقع دو سال پیش که داشتیم چون دقیقاً ما سپتامبر دو سال پیش رفتیم اورنج کاونتی، البته اون موقع قشنگ دیزاین تموم شده بود، همه کارش انجام شده بود که فقط مثلا رنگ و اینا رو از نزدیک ببینیم انتخاب کنیم، ولی اون موقع مثلا خیلی هنوز آشپزخونه های دو رنگ
بودا، ولی اونجوری مثلا که اون همه گیر نبود و همه جا باشه، ولی من ریسک کردم و با علی بالاخره تصمیم گرفتیم که این کار رو بکنیم. اول قرار بود فقط کابینت ها، یعنی در کابینت های توی آیلند چوبی باشه، پشت کلن همه سفید باشه، ولی بعد به این نتیجه رسیدیم که در پنتری و در یخچال هم اگر چوبی کنیم، باز مثلا انگار که یه غیر دیگه ای بهش اضافه کردیم، مثلا یه جور باحالی میشه و خیلی راضی هستیم از این انتخاب. اینا حالا من مدیونی نگر فکر کنید که اینا رو همه رو ریختم بیرون دیروز و تمیز کردم، مرتب کردم. کلن آشپزخونه ما همیشه همینقدر. این چرا زده بیرون؟ این همه من اینجا زحمت کشیدم که این در کشو باز میشه، انگار که اینا رو خط کش گذاشتی عزیزم. البته میگم واقعا خدایی مرتبه و دلیلی هم که داره اینه که هنوز یه سری از کابینت های ما خالیه، ما هنوز اونقدر هم وسایل نداریم که اینا رو پر کنیم، برای همین هر چی میبینیم یه ذره شلوغ پلوغ کرده میچپونیم یه جا. به اونجای هنوز نرسیده که هیچ جا نباشه دیگه، همه چی رو هم رو هم باشه. اینجا من قاشق چنگال های مهمون رو گذاشتم توی این خونه. مهمون های ما درجه بندی یعنی چی دارن؟ سلسله مراتب قاشق چنگال ما داریم واسه مهمونا. اینا دیگه واسه مهموناییه که چه میدونم سالی یه دفعه میان، حالا اون یه دفعه که میان تو میخوای قاشق چنگال بهتر تو بذاری و اینا. این کشو کلا برای اوناه، به خاطر همین دیگه از همه چی دورتره، به خاطر اینکه واقعا چیزیه که خیلی استفاده نمیشه. بعد کشو دومی رو حالا خیلی بهش دقت نکنین، این برم تاپرا رو گذاشتم. و ببین یه دلیل جالبی من دارم واسه گذاشتن تاپرا ته ته آشپزخونه، اونم فقط به خاطر اینه که وقتی مهمون میاد و اونجا یه نفر وایساده داره ظرف میشوره، یه نفر توی یخچال داره یه کاری میکنه، یه نفر پای گاز مثلا داره بقیه چیزا رو میکنه، اونایی که دنبال تاپر میگردن برن از همه دورتر هی شروع کنن گشتن که این درش کوچی و تو چی بریزیم و اینا. و ببین انقدر تصمیم درستی بوده تا الان که خدا میدونه شما هم اینو اگر میتونین مثلا میتونین رعایت کنین. دوور گاز دو تا از این کابینتای درازه که یعنی از این کشویایه که حالا چیزای آشپزیه دیگه، اون پایینش مثلا روغن و این چیزا رو گذاشتم، این بالاش قلمو برای کره باقلوا، از این چیزا واسه درست کردن کوکوی کدو که مثلا قالبی قشنگ خوشگل در بیاد و مثلا سیر خورد کن، و از این چیزا. زیر گاز تو کشو اولی مایتابه ها رو گذاشتیم، حالا این اونقدی که به نظر میاد عمیق نیست، یه دونه کشو هم این زیر داره که مثلا اینا که واسه روغن میذاری روی چیزو نمیدونم دستگیر رو زیر قابلمه ای و اینا رو گذاشتیم. و این برم قابلمه و اینا رو، و حالا اینو خدای من از جایی ندیده بودم ها، ولی این قابلمه هایی که توش مرغ رست میکنن اینا توش یه دونه از این رکا میاد دیگه، این جون میده. و اینم یه چیزی نیست که آدم هر روز بخواد استفاده کنه، که این جون میده واسه مرتب گذاشتن درا که دیگه نخواهید دوباره یه دونه از اون چیزا جدا بگیرید. بعد دیگه توی این یکی کشو هم چه میدونم چاقو و کفگیر ملاقه آشپزی و این چیزا اصلا چیز جذابی نیست. و اینجا دو تا لول دیگه یه قاشق چنگاله. از این مستیا بخوام شروع کنم، برای لول مهمونای مثلا درجه یک و دو درجه یک نه ببخشید، یعنی از نظر فامیلی مثلا درجه یک و دو، اونایی که کمتر باشون رو درواسی داریم و این حرفا، که اینا در واقع قاشق چنگال جهیزیه من بود. این یکی ها دیگه اونایی که مثلا از هر کدوم خیلی تعداد محدودی مونده، اینا رو از خونه مجردی علی ما آوردیم، یعنی اینا حداقل فکر کنم 15-20 سالشونه. اینجا ما چه میدونم این چیزای رپ و دستکش و زیپلاک و اینا رو گذاشتیم، و من به شما پیشنهاد میکنم حتما یه دونه از این مرتب کننده های اینا بگیرین، ببین واقعا زندگیتون راحت میشه. همه قشنگ لیبل داره برای زیپلاک که چه سایزیه، دیگه نمیخواد هی بگردی و جعبه های بیریخت و دراش پاره میشه و این حرفا، دیگه نمیخواد بذاری. اینم که از این چیزایی که مثلا چیپس میمونه میذاری بهش میزنی. این زیرم آبکش و دیگه کاسه و این چیزاست دیگه، هیچ. بعد میرسیم به این قسمت، اینجا یخچالمونه و اینم که فریزره. اون کابینت های بالاش کاملا خالیه، هنوز اونجا چیزی نداریم بذاریم. اینجا کافی میکر، زیرش مثلا لیوان چایی، لیوان کافی، این حرفاست دیگه. اینا آخه خدایی نیست، خیلی چیز جذاب نیست، ولی این کابینت یکی از کابینت های جذابه، نمیدونم چرا، ولی به هر حال
به اندازه یک هیئت من استکان چای گرفتم که حالا درسته من میگم قاشق چنگال فلان و بیزار، ولی 99% مواقع ما یه بار مصرف میذاریم متاسفانه. اصلا هم کار خوبی نیست، ولی انقدر آدم تنبلیش میاد که بعد مهمونی وای نصر ظرف شستن این حرفا هی چیز میذاریم دیگه، مگر اینکه حالا خیلی دیگه بخوایم تعداد کمتر باشه اینا از اون استفاده کنیم. ولی تنها چیزی که توی این خونه یه بار مصرفش استفاده نداره لیوان چاییه و ما اینا رو گرفتیم از مغازه ایرانی، هم خوشگلن هم ارزون، خیلی ارزون. برای همین دیگه هر چقدر از اینا داشتن من گرفتم و دیگه چه میدونم چیز کاسه بستنی و این حرفا هم اینجاست و من اینا رو دارم به شما میگم که اگه وقت اومدین دیگه هی دنبال من راه نیافتین این کجاست صدف اون کجاست، من مهمون داشته باشم حوصله ندارم هی جواب بدم. خلاصه بعد دیگه چی براتون بگم؟ اینجا هم که دیگه مثلا یه سری خرت و پرته و اینم بشقاب و کاسه و این چیزای دم دستیه. حالا من خب خدای اینو بلد نبودم، من دیدم اینو خیلیا نمیدونن و نه این بعد کامنت بزنین بگین ما که اینو هممون بلد بودیم. حالا یه نفر نمیدونست اینجا ماشین ظرفشویه دیگه، خب اینجا هم کسی که شما ظرف میشورین اینو میذارین و اینا، بعد که این شست میخواین اینا رو جابجا کنین بشقابتون رو گذاشین اونور آشپزخونه، قاشق چنگالتون هم گذاشین اونور آیلند، بعد میخواین اینا رو جابجا کنین هی بعد اینجا مثلا دور شمسی قمری بزنین، اگر همین بالا یا مثلا حالا هر بریش که جا هست بشقابتون رو بذارین اونور که مثلا ما قاشق چنگالای هر روزیمون رو گذاشتیم، یعنی ببین من بدون اینکه اگه بخوام ظرف جمع کنم بدون اینکه بخوام یک قدم اضافه بردارم، یعنی پای چپ من اصلا امکان نداره که بخواد اینجا هم که لیواناست، چقدر راحت میشه. بعد دیگه چی براتون بگم؟ این بالا همه هنوز خالیه، ما هیچ چیزی نداریم که توشون بذاریم، اون یکی هم خالیه. بعد حالا راجع به اپلاینس هم بهتون میگم. یه چیز دیگه که میخوام بهتون نشون بدم این سنگ، یعنی در واقع تخته است که اینو ما خونه قبلی که بودیم برای من از ایران فرستادن از برند تز. اون موقع من یادمه وقتی رفتم کارشون رو چک کردم فقط مثلا اکسسوریای کوچیک‌تر داشتن که با سنگ طبیعی درست می‌کنن، مثلا تخته داشتن، مثلا یه سری چیزا زیر لیوانی و اینا فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم جریان مال خیلی سال پیشه، ولی الان می‌دونم که مثلا میز و اصلی و این چیزا هم سنگ درست می‌کنن، خیلی کارشون خوشگله. اینم گفتم بگم که از مال تزه و من اینو گذاشتم واسه یه زیر نمک فلفل و روغن زیتونی که اینجا ما استفاده میکنیم. در مورد گاز و مثلا یخچال و مایکروویو و فر و اینا بخوام بهتون بگم، ما از برند گگنا گرفتیم و از یه نمایندگیشون گرفتیم که اینجا توی لیورمور به اسم Legacy Appliances. تنها دلیلی که اولش من اصلا به این برند جذب شدم این گاز بود و تنها دلیلی هم که به این گاز جذب شدم این بود که دکمه هاش از خودش جداست، یعنی فکر کنم یه چیزی به هر حال تو مغز منه که دوست دارم هر چیزی از اصل کارش جدا باشه. سر شیره هم دقیقا همین اتفاق افتاد. اینم دقیقا چون که دکمه هاش وصل میشد به روی کابینت یا به روی سنگ همه چی یه تیکه نبود، خیلی به نظرم مثلا چیز جذابی اومد. از حق نگذری برند گرونیه، البته بهتون بگم که خیلی کیفیت خوبی داره، یه برند آلمانی عمریه، یعنی مثلا هر چیز دیگه ای رو که ما میپرسیدیم و تحقیق میکردیم گفتن آره این 15 سال 20 سال مثلا براتون میمونه، چه میدونم حالا برندهای دیگه ای که جزء برندهای خیلی خوب اینجا حساب میشه، ولی این اصلا مثلا که تاریخ مصرف نداره چیزاش، وقتی میخری دیگه تا ابد داری. و یه چیز خوبی هم که دیگه دارم به نظر من اینه که ور نمیدارن هی هر سال دیزاین چیزاشون رو عوض کنن، برای همین شما وقتی اینا رو میخری دیگه هیچ وقت به چشمت قدیمی نمیشه که هی مثلا کرمت بگیره بی خودی بری عوضشون کنی. الان این قیافه مایکروویو و چیزشون فکر میکنم کلا دو مدل داره، دو تا سری داره، سری 200 و سری 400 که همین شکلی هن دیگه، حالا ایشالله که سال دیگه ور ندارن یه مدل جدید بدن. اینجا هم که هودمون رو گذاشتیم که از این هودای داون درافته، اولش میخواستیم از اینجا بیاریم پایین از سقف، ولی بعد حس کردیم که مثلا یه خورده شاید خیلی اینجا ویو رو بلاک کنه و شلوغ پلوغ بشه، دیگه اینجوری گذاشتیم که این خودش هم چراغ داره، خیلی باحال، شبا خیلی به درد میخوره. اینا هم که ظرفایی که از آمازون گرفتم، اینا رو حالا لینکشو براتون میذارم اگر که خواستین. و اینم از این چراغامون هم از آمازون ما خریدیم و اینم باز یه چیزی بود که اول علی میگفت یه چیز ساده بذاریم از همینا بذاریم، من هم گفتم نه اینا قیافشون خیلی زیادی مدرنه، من دوست دارم یه غیری داشته باشه مثلا بیاد پایین یه چیز مثلا بزرگ باشه و این حرفا، ولی آخر اینو پیدا کردیم که
دوتایی، هم اون بر رو روشن میکنه که مثلا اپتایزر اگه وقت میچینیم، هم اینجا رو، و به نظرم خوب شد چون که اگه چیز دیگه میذاشیم ممکنه یه خورده زیادی شلوغ بشه و اینا. و این در پنتریه و این در اسپایس رکه. اینجا همین بود، یعنی پنتری اصلا همینجا بود و اینجا هم یه چیز بی خودی بود، یعنی معلوم نبود اصلا این چیه، چون یه در بود، عمقش هم همین بود، ولی اصلا چه هدفش مشخص نبود که این چیه. اول گفتیم که میتونیم اینو درشو کلن ورداریم، دیدی طبقه میذارن، بعد جلوش یه چیز محافظ آهنی میذارن، مثلا توش دیس میذارن یا ظرف خوشگل، یه چیز دکوری، حالا هر چی. بعد گفتم آخه من چیز دکوری اونجوری ندارم، واقعا نمیخوام کلی مدت خالی باشه بعد فقط برای اینکه پر بشه توش چیز بذارم. گفتم خب میتونیم بکنیمش اسپایس رک با بقیه متریالی که از این درا اضافه اومده بود و اینا. کانترکتورمون اینو برامون درست کرد، طبقه هاشو گذاشت و این دورشو گذاشت و اینا، و اینا رو من از آمازون گرفتم و خیلی هم جاش خوبه شانسکی، چون اینجا گازه، همجوری درررن 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 دیش 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 غذا آماده است. و این پنتریمونه، این پنتریه که اینجا میگم بود از قبل. تنها تغییری که ما بهش دادیم اینه که رنگش رو عوض کردیم و این طبقه ها رو که حالا میبینیم. ببین فکر کن نقاش اومده بود تو خونه، همه یه کارا رو کرده بود، همه جا رو رنگ کرده بود، پنتری رو من رفته بودم یه دونه رنگ انتخاب کرده بودم، در واقع ریده بودم بهش داده بودم، اینم رنگ کرده بود، تمام وسایلش رو داشت میشست، یعنی داشت که جمع میکرد، نصف وسایلش هم گذاشته بود تو ماشینش. من اومدم که ببینم این چه شکلی شده، گفتم بود ببینین به خدا انگار بالا آورده بودم به در و دیوار پنتری، این رنگه مثلا یه قهوه، اصلا قهوه‌ای نبود، ولی اینجا چون نورش کمه اصلا یه چیز افتضاحی شده بود، یه چیز رنگ مرده، انگار مثلا رفتی تو قبر. بعد بهش گفتم که تو رو خدا نرو، حالا فکر کن آخر روزه، بیچاره خسته از همه چیز جسته و اینا. بهش گفتم که اگه یه دقیقه وایسی من میدوام میرم یه دونه رنگ که میدونم چیه میگیرم بهت میدم، اینو فقط رنگ کن و برو، که بیچاره قبولم کرد. این رنگ یه رنگیه که نمیدونم الان شما دارین چه رنگی میبینین واقعا، ولی تهمایه سبز داره و یکم توسی، که من این رنگو خیلی خوشم اومده بود که واسه کیچن نوک بزنم، ولی چون وسط خونه است جرئت نکردم. بعد گفتم که خب بذار بزنمش تو پنتری. این طبقه ها هم از بقیه یه سری کشوی اونور بود که ما چون بعد هودو میکردیم توی آیلند اینا اضافه اومد، اینم گفتیم بذاریم اینجا. و دیگه اینجور چیزا رو چیدم دیگه، مثلا اینجا قابلمه هایی که برای مهمون استفاده میشه. اگر اینجا کلا دیدی ما در خدمت مهمون، هر کاری که من میخوام توی آشپزخونه بکنم دیگه یه سری چیزا دارم که اصلا دیگه مادر بزرگام تو خونهشون ندارن، ولی این مثلا قابلمه بزرگتره برای مهمونه، اینا قابلمه مسیاییه که خونه قبلی به سقف آویزون بود دیگه. اینجا هم که چیزای مثلا چیزای پنتری طوره دیگه. این ظرفا رو من خیلی گشتم چون دوست داشتم تو پنتری یه ظرفی باشه که خوشگل باشه و چوبش چوبی باشه که بیاد به دره، حالا که خیلی مهم باشه خدایی، ولی من دوست داشتم، ذوق داشتم اون موقع که اینا رو پیدا کردم. خیلی هم سایزهای مختلفی میاد، خیلی هم چیزای خوبی هست، اینا مال آمازونه. بعد دیگه اینجا هم که مثلا یه سری کنسرو و گلاب و عرق نعنا و سبزی خشک و اینا گذاشتیم. این چوچاقه دوستان عزیز، اینا گالینا بلانک های ایرانه اینا از ایران اومده که مرغشو داریم و چیزش، یا مگی میگن، یا مگی اینجا میگن گالینا بلانکا، فکر کنم تو ایران میگن، حالا برای اینا از ایران اومده، از این قرصای مرغ و گوشته. بعد این پشت در واقع بقالی مونه، اینجا برنجو گذاشتیم، این ظرف هم مال آمازون، دکمه میزنی این برنجش میاد اینجا و بر میداری دیگه. یه سری مثلا ظرف یه بار مصرف و چیزای مثلا کناری دیگه، سینی و این حرفا، اونا نمیدونم اگه واقعا مشخصه نه، ولی همون کاسه ها و ایناست که بهتون گفتم، کاسه و آبکش گنده و این چیزاست که اگر خواستم یه دفعه برای 100 نفر مثلا باقالی پلو درست کنم، آبکش باشه که این هوا بره لای برنج. عزیزم این ملاقه خیلی با مخالفت های زیادی روبرو شد وقتی خریدمش، خیلی به درد خورد. هر وقت آش رشته ای خورش میخوام بکشن مثلا موقع مهمونی که زیاده، قشنگ از این استفاده میکنن، هی هم میگن وای حالا میخوام اسم بیارم و چقدر این به درد خورد زدف. این قوری و کتری رو از ترکیه آوردم، برند کورکمزه که اینم خیلی برند خوبیه. این بازمال مهمونه که سایزشو میبینی سایز هیئتیه. یکی دیگه هم داریم که کوچیکتره که حالا برای خودمونه. اینجا واقعا بقالیمونه که چیزای چیپس و پفک و
نمیدونم این چیزا، لواشک، شکلات، قره قروت، این هم مال ایرانه. باد فتح الان دیگه نمیدونم، سرکه و این چیزا رو هم اینجا گذاشتیم و اینم از پنتری. دیگه همین دیگه، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا اگر خوشتون اومد بنویسین تو کامنت ها که من بدونم مثلا از این مدل ویدیو خوشتون میاد یا نه، که بعد مثلا دیگه بقیه قسمت های خونم که درست شده بهتون نشون بدم. یادتون نره که آخر کامنتتون حتما آیدی اینستاگرامتون رو بنویسین که اگر زد و برنده اون داستان شدین من بتونم بهتون دایرکت بدم، آدرس ایناتون رو بپرسم. دیگه همین دیگه، من میرم و شما رو تو یک ویدیو دیگه میبینم. فعلا خدافظ.